سلام دوستان عزیز، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی مربوط به محسن لرستانی میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. محسن لرستانی خواننده معروف متولد سال 1358 در تهران است که به فساد فی‌الارض متهم شده است و اخیراً صدور حکم اعدام او در رسانه ها منتشر شده. وکیل محسن لرستانی پیشتر گفته بود که در این پرونده 3 نفر دیگر به معاونت در افساد فی‌الارض متهم شدند. او در اظهار نظر جدیدش هم گفته که متهم ردیف اول پرونده بچه محل محسن لرستانی در کرمانشاه بوده و رابطه موکلش با این فرد بر همین مبنا بوده است. البته این وکیل دادگستری هویت این فرد را اعلام نکرده است. هنوز حکمی برای پرونده محسن لرستانی صادر نشده است، اما از چند روز گذشته شایعه‌ای مبنی بر صدور حکم اعدام برای این خواننده در فضای مجازی دست به دست می شود. برخی پا را پیشتر گذاشتند و مدعی شدند که او اعدام هم شده است، شایعه‌ای که از سوی وکیل محسن لرستانی تکذیب شده است. اما این شایعه ها از آنجا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روزهای گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش را منتشر کرد، جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد بلکه بر ابهام ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد ترنس متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی‌الارض روبرو است. این وکیل دادگستری افزود متهمین اصلی پرونده نظامی هستند و اتهام‌های مطرح شده درباره آقای لرستانی شائبه پرستوهای ترنس را تداعی می‌کند. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که محسن لرستانی ارتباط فیزیکی نداشته و انتشار چت‌های خصوصی دلیل دستگیری موکلش بوده است. قبل از ادامه شما می‌توانید برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید، پس حتما این کار را فراموش نکنید. وکیل محسن لرستانی به تشکیل دادگاه برای موکلش بدون اطلاع وکلای او هم اعتراض کرده است و گفته که دستگاه قضایی تاکنون 2 بار محسن لرستانی را بدون اطلاع ما به دادگاه برده است. حسینی در مورد زمان جلسه دادگاه محسن لرستانی هم گفته است که 12 بهمن جلسه رسیدگی به پرونده موکلم برگزار می شود و پس از رسیدگی حکم صادر خواهد شد. جزئیات بازداشت و حکم اعدام محسن لرستانی برای اولین بار و پس از شایعه های گسترده در فضای مجازی از زبان وکیل او منتشر شد. کاظم حسینی در این باره گفته بود که موکلم در تاریخ 12 اسفند ماه سال 97 در منزل مادرش در سعادت آباد بازداشت شده و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او در مورد اتهامات محسن لرستانی هم گفته بود که موضوع اتهامی موکلم در رابطه با مسائل اخلاقی و خصوصی بوده که در فضای مجازی منتشر شده است و او شاکی خصوصی ندارد. البته پرونده با شکایت مدعی العموم و با صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی‌الارض به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی‌الارض و مجازات آن مقرر داشته است هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. تبصره: هرگاه دادگاه از مجموعه ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می شود. پس از اینکه حسینی وکیل محسن لرستانی اعلام کرد که پرونده موکل او ناخواسته به پرونده دیگری وصل شده است،
باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار گزارشی مدعی شد که بر اساس شنیده ها از دادگاه انقلاب اخیراً تعدادی از رقصنده های اینستاگرامی و فعال در فضای مجازی که در قالب باند و شبکه فعال بودند بازداشت یا احضار شدند و لرستانی نیز در همین ارتباط بازداشت شده است. در ادامه این گزارش آمده است، البته تا این لحظه هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید نکرده است، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که پرونده های رقصنده ها و لرستانی دارای یک بازپرس مشترک و زمان رسیدگی یکسانی هستند. محسن لرستانی خواننده کرمانشاهی متولد 1358 در این شهر است. او که نام خانوادگی خود را از پورمست به لرستانی تغییر داده، هیچگاه از این تغییر به صورت رسمی حرفی به میان نیاورده است. لرستانی در سال 1386 با کمک برادر بزرگتر خود به نام رضا که او نیز به خوانندگی مشغول است، کار حرفه‌ای خود را با دو آهنگ زندان و غربت آغاز کرد، اما آنچنان مورد توجه قرار نگرفت. محسن لرستانی در ابتدای سال 90 تا 95 با آهنگ‌های بچه ننه، بچه سوسول، بچه قرتی، آهنگ شاهزاده و گدا مورد توجه قشر خاصی از جامعه قرار گرفت. آغاز به کار محسن لرستانی به صورت غیر حرفه‌ای با خواندن آهنگ‌های کردی و اجرا در مراسم‌های عروسی به ابتدای دهه 80 برمی‌گردد. پس از آن به خواندن آهنگ‌های با لهجه فارسی کرمانشاهی روی آورد و به صورت حرفه‌ای این موضوع را دنبال کرد. گفتنی است که در کرمانشاه و شهرهای اطراف کرمانشاه خواننده‌های زیرزمینی متعددی فعالیت دارند. البته منظور از زیرزمینی بودن خواننده ها آن است که آنها آهنگ های شاد را خوانده و سپس آن آهنگ ها را به صورت سی دی به بازار عرضه می کنند و در حقیقت این کار بهانه ای است تا از این خواننده ها برای حضور و اجرا در مهمانی ها و عروسی ها دعوت شود. به این ترتیب نمونه کارهای خود را به مخاطبان خود عرضه می کنند و آنها هم مطابق با سلیقه خود از آنها برای اجرای مراسم شادشان دعوت می کنند و می توان گفت که در غرب کشور این کار بسیار مرسوم است. محسن لرستانی در غرب کشور کنسرت های مختلفی را اجرا کرده است که این کنسرت های محسن لرستانی با استقبال پرشور مردم روبرو شدند. محسن لرستانی با داوود آقاسی هم همکاری داشته است. داوود آقاسی یکی از پسران مرحوم نعمت الله آقاسی است. لرستانی توانست در سال 97 رضایت بخشی از مخاطبان را جلب کند. رضایت مخاطبان او در این سال باعث شد تا لرستانی اولین کنسرت خود را در 21 دی ماه سال 97 به صورت رسمی در کرج برگزار کند. تمام بلیط های این کنسرت دو روز پیش از اجرا به فروش رفت. محسن لرستانی که قدم در 41 سالگی گذاشته است، هنوز ازدواج نکرده و مجرد می باشد. وی در ساخت و انتشار ویدیو کلیپ نیز فعالیت داشته و چندین موزیک ویدیو از او در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده و می شود. اما با این حال می توانست در ایران در مراسمات مختلف فرهنگی و هنری برنامه داشته باشد. علاوه بر خوانندگی در عروسی ها به زبان کردی و لری، در ایام محرم نیز به عنوان مداح حضور داشت و در دستجات مدیح سرایی می کرد. لرستانی در فضای مجازی هم کم دردسر نداشت. او حالا یک فرد صاحب نام و شناخته شده است. به همین خاطر اکانت اینستاگرام او بارها و بارها هک شده و هر بار دچار مشکل می شود. انتشار برخی کلیپ ها نشان می دهد آقای لرستانی در یک مهمانی با حضور وحید مرادی گندلات مشهوری که به قتل رسید برنامه اجرا کرده است. از بازداشت محسن لرستانی نزدیک به 9 ماه می گذرد و تا کنون شایعات زیادی مبنی بر به قتل رسیدن این خواننده پاپ در زندان و صدور حکم اعدام برای او در فضای مجازی منتشر شده است. اما با این حال باید تا 12 بهمن صبر کرد تا جزئیات دقیق پرونده منتشر و صدور حکم از سوی مقام قضایی صادر شود. در ادامه نظر شما را به لیستی از کارهای اجرا شده توسط محسن لرستانی جلب می کنم. از این که در این ویدیو همراه ما بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خود را در مورد این ویدیو از طریق کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.